این ویدیو داستان زندگی یکی از نفوذهای مجاهدین خلق در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران است. جواد قدیری، آیت الله زاده‌ای که درس طلبگی خواند به دانشگاه صنعتی آریامهر یا همان دانشگاه شریف رفت، به عضویت سازمان مجاهدین خلق درآمد و در سالهای پس از پیروزی انقلاب در یکی از مهمترین نهادهای اطلاعاتی کشور مشغول به کار شد. او برادر آیت الله قدیری از اعضای دفتر آیت الله خمینی و عضو سابق شورای نگهبان و همچنین شوهر خواهر محمد عطریانفر فعال سیاسی اصلاح طلب است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. محمد جواد قدیری با نام تشکیلاتی علی سعادتی در سال 1329 در اصفهان و در یک خانواده روحانی به دنیا آمد. او فرزند شیخ علی قدیری از علمای به نام حوزه علمیه اصفهان بود. برادر او آیت الله محمد حسن قدیری از روحانیون مخالف حکومت شاه و از همراهان قدیمی آیت الله خمینی بود که تا زمان فوت آیت الله در هیئت استفتاءات رهبر انقلاب ایران عضویت داشت و بعد از آن نیز عضو شورای نگهبان شد. جواد قدیری قبل از ورود به دانشگاه صنعتی آریامهر در اواخر دهه 40 چند سالی علوم حوزوی را از پدرش آموخته بود. او جوانی به شدت مذهبی و اهل مطالعه بود. جواد در سال 48 در رشته مکانیک دانشگاه صنعتی آریامهر که امروز صنعتی شریف نام دارد پذیرفته شد. در دوران دانشجویی قدیری از فعالترین دانشجویان دانشگاه بود و همراه با برخی دیگر از دانشجویان علیه حکومت شاه فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی می‌کرد. او بعد از مدتی به یکی از مهمترین فعالان سیاسی دانشگاه آریامهر تبدیل شد و به خاطر دانش مذهبی خوبی که از پدر روحانیش فرا گرفته بود، امام جماعت نمازخانه دانشگاه صنعتی شد. یکی دیگر از دوستان او در دانشگاه محمد عطریانفر بود که از دوران نوجوانی در اصفهان با هم آشنا بودند. عطریانفر 3 سال بعد از قدیری در سال 51 در رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی آریامهر قبول شده بود. او که از سالها قبل با مجید شریف واقفی آشنا بود به جمع دانشجویان فعال سیاسی پیوست. در آن زمان سازمان مجاهدین خلق از جدیترین گروه های سیاسی و مذهبی بود که با حکومت پهلوی مبارزه می کرد و در آن دوره که هنوز خطکشی های مجاهد و غیر مجاهد مطرح نبود، بسیاری از جوانان مذهبی و فرزندان روحانیون سرشناس به عضویت و یا هواداری این گروه در آمدند. جواد قدیری، محسن قمصری، عباس زریباف و محمد عطریانفر از دانشجویان فعال دانشگاه صنعتی شریف و عمدتاً اصفهانی بودند و به خاطر کاریزمای مجید شریف واقفی به عضویت بخش مارکسیست نشده سازمان درآمده بودند. به گواه کسانی که قدیری را می شناختند، او جوانی به شدت مذهبی و اهل مطالعه و یکی از باسوادترین اعضای سازمان مجاهدین محسوب می شد. با افزایش فعالیت‌های اعتراضی جواد قدیری در دانشگاه، او به همراه چند تن دیگر از دانشجویان در سال 1351 بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. او در زندان با اعضای سازمان مجاهدین خلق از جمله کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل ارتباط نزدیکی پیدا کرد و به عضویت سازمان مجاهدین خلق درآمد و به یک عنصر تشکیلاتی تبدیل شد. رهبران این گروه ادعا داشتند ما در عمل به مارکسیسم رسیدیم، ولی زمانی که من و چند نفر دیگر و مجید شریف واقفی که یکی هنگامی که در سالهای 54 و 55 سازمان مجاهدین خلق با ضربه های پی در پی ساواک از هم پاشیده شده و رهبران اولیه سازمان کشته و یا اعدام شده بودند، مسعود رجوی که در زندان بود ابتکار عمل در میان مجاهدین خلق را به دست گرفته و به دنبال رهبری این سازمان بود.
جواد قدیری یکی از ایدئولوگهای گروه رجوی در زندان قصر بود و در برقراری هژمونی رجوی بر مجاهدین زندانی نقشی پررنگ داشت. قدیری در زندان به دلیل سواد تئوریک خود مسئول آموزش و تعلیم ایدئولوژی که نیروهای جوان و تازه وارد سازمان بود و هر کجا نیروی مسئله دار می شد. او در کنار موسی خیابانی و محمد رضا سعادتی و مهدی ابریشمچی کار توجیه و بازگرداندن این نیرو به خط سازمان را به عهده داشت. قدیری به تدریج چنان جذب شخصیت رجوی شد که خیلی زود در حلقه اصلی رجوی قرار گرفت و به یکی از چهره‌های به شدت مورد اعتماد او تبدیل شد. او در سال 55 از زندان آزاد شد و فعالیت‌های مخفی خود را تا زمان انقلاب ادامه داد. قدیری که از قبل با خانواده اطریان فر آشنا بوده و در دوران مبارزه با حکومت پهلوی با محمد اطریان فر نیز ارتباط نزدیکتری پیدا کرده بود، در سال 58 با زهره اطریان فر خواهر محمد ازدواج کرد. زهره که قبل از انقلاب فعالیت‌های مذهبی و سیاسی داشت، پس از ازدواج تحت تأثیر جواد قدیری به عضویت سازمان مجاهدین درآمد. در فضای آزاد بعد از انقلاب، مجاهدین خلق بعد از سالها فعالیت مخفی و زیرزمینی حالا به دنبال گسترش و نوسازی تشکیلات خود بودند. شبکه زیرزمینی مسلح به عنوان محوری ترین مرکز مجاهدین خلق بود که با هدف تأمین حفاظت از سازمان تأسیس شد. اما این شبکه از همان ابتدا اقدام به راه اندازی خانه‌های امنی در شهرهای مختلف کشور کرد. سازمان مجاهدین سلاح‌های به دست آمده از پادگان‌ها و کلانتری‌ها را در این خانه‌ها انبار کرد، به تعلیم اعضای برگزیده خود برای جنگ چریکی پرداخت و دیگر اعضا را برای دفاع مسلحانه از مراکز سازمان آماده ساخت. این شبکه همچنین با اعزام نفوذی‌های خود به درون نیروها و نهادهای حاکمیت جمهوری اسلامی آنان را سازماندهی و هدایت می‌کرد. جواد قدیری یکی از این نفوذی‌ها بود. او پس از انقلاب موفق شد در کمیته اداری دوم ارتش، معروف به رکن دو ارتش که به دست نیروهای انقلابی افتاده بود، مشغول به کار شود. در دوران شاه، رکن دو ارتش به نوعی سازمان اطلاعات نظامی کشور بود و سازماندهی و تشکیلات اطلاعاتی آن در برخی زمینه‌ها از ساواک هم قوی‌تر بود. حتی اسناد ساواک و دیگر نهادهای امنیتی کشور نیز در دوران پهلوی به رکن دو ارتش فرستاده و در آنجا نگهداری می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب، اداره این نهاد مهم در اختیار شعبه‌ای از کمیته انقلاب اسلامی مستقر در رکن دو بود. مسئولان این کمیته افرادی نظیر کاظم پیرو رضوی، نادر قوچکانلو، تقی محمدی، خسرو تهرانی، حبیب الله داداشی، علی اکبر تهرانی و سعید حجاریان بودند که بعدها با مدیریت خسرو تهرانی پایه‌گذار دفتر اطلاعات نخست وزیری، یکی از ارکان اطلاعاتی نظام نوپای جمهوری اسلامی شدند. ما پیش از این در کانال پروفایل داستان زندگی خسرو تهرانی را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. جواد قدیری با بسیاری از این چهره ها از دوران مبارزه با حکومت شاه رفاقت نزدیک داشت و از همین رو مورد اعتماد آنان بود. این کلید ورود قدیری به قلب یکی از گنجینه‌های اصلی اسناد حساس کشور بود و او توانست بسیاری از اسناد حیاتی و سری را به خارج از رکن دو و به مرکزیت مجاهدین خلق انتقال دهد. به گفته مهدی منتظری، رئیس اسبق حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی، در کمیته اداری دوم جواد قدیری مسئول قسمت شنودها بود. سعید حجاریان از اعضای اطلاعات نخست وزیری در آن دوره نیز میگوید در ابتدای انقلاب بچه‌های سازمان مجاهدین خلق در همه ارگان‌های حساس حضور داشتند، در دادستانی بودند، در دستگاه قضایی تا حد دستیار قاضی بودند، در حزب جمهوری اسلامی هم حضور داشتند. مرکزیت سازمان از مقطعی به بعد به نیروهایش اعلام کرد که غیر علنی کار کنند و هویت سازمانی خود را پنهان کنند.
کلاهی، کشمیری، جواد قدیری، عباس زریباف و تعدادی دیگر از افراد نظیر قاتل شهید قدوسی از نیروهای آنان بودند که بعداً مشخص شد در حزب، دادستانی، اطلاعات نخست وزیری و جاهای مختلف نفوذ کردند. در تیر ماه 1359 وقتی کودتای نوژه لو رفت، یک کمیته مشترک از نهادهای نظامی و اطلاعاتی نظام تشکیل شد تا کار خونسازی کامل شبکه کودتا را انجام دهد. یکی از نهادهای عضو این کمیته دفتر اطلاعات نخست وزیری بود که بیشتر اعضای آن همان اعضای کمیته اداره دوم ارتش بودند. جواد قدیری از طریق دوستان قدیمی خود به ستاد ضد کودتا راه یافت. او حالا به یکی از عناصر محوری ستاد ضد کودتا و به یکی از افراد نزدیک به محمد محمدی ری شهری تبدیل شده بود. خودشون اونقدر میتونستن یا میخواستن. مصاحبه های تلویزیونی عوامل کودتا که توسط او انجام شد بعدها بارها از تلویزیون پخش شد. به همین جهت هم آقای بنی عامری نه تنها در پیش من در چندین جلسه‌ای که طراحان و رهبران کودتای نوچه پیش از اقدام با رهبران سازمان مجاهدین خلق توافق کرده بودند که در صورت موفقیت کودتا مجاهدین با کودتا مقابله نکرده و بی‌طرف باشند. در عوض آنها هم تضمین می‌کنند که مجاهدین خلق پس از کودتا اجازه فعالیت آزادانه سیاسی در کشور داشته باشند. حالا یک عضو ارشد مجاهدین خلق با حضور در ستاد ضد کودتا به اسناد حساس آن دسترسی پیدا کرده بود. عزت شاهی از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب که بعد از انقلاب از مسئولان کمیته های انقلاب اسلامی شد، در کتاب خاطرات خود درباره چگونگی رفتار جواد قدیری برای جلب اعتماد مسئولان میگوید: یک بار که به بیمارستان سوم شعبان رفته بودم تا برای جبه ها خون بدهم، جواد قدیری را دیدم. وقتی به هم رسیدیم سلام علیک کردیم و از این طرف و آن طرف خبر گرفتیم. او یک موتور گازی داشت. گفت میخواد برود جلوی دانشگاه. گفتم من هم میایم. در بین راه گفتم جواد الان چه کار میکنی؟ گفت دیگر با بچه های مجاهدین نیستم. رفتم و با دکتر پیمان و گروه جاما کار میکنم. خندیدم و به شوخی از پشت زدم توی سرش و گفتم خاک بر سرت. با مجاهدین بودی که بهتر از پیمان بود. یقین داشتم که او دروغ میگوید. زمانی که قدیری به عنوان عضو ستاد ضد کودتای نوجه در حال کار کردن روی پرونده های به کلی سری حفاظت ارتش بود، روزی برای گرفتن بخشی از پرونده های کودتا که در اختیار بازپرسی کمیته مرکز بود به عزت شاهی مراجعه می کند. اما عزت شاهی به دلیل عدم اعتمادی که به او داشت از دادن پرونده ها خودداری کرد. عزت‌شاهی سپس با محمد رضوی مسئول مستقیم قدیری در اطلاعات نخست وزیری تماس گرفت تا درباره جواد قدیری و هشدار بدهد. اما رضوی آنقدر به قدیری اعتماد داشت که به هشدارهای عزت‌شاهی اعتنا نکرد. جواد قدیری همکاری خود با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را تا تابستان 1360 ادامه می‌دهد. در تیر ماه 60 هنگامی که مجاهدین خلق وارد فاز نظامی شده و ترور مقامات ارشد جمهوری اسلامی را آغاز می کنند، جواد قدیری لو رفته و به سرعت مخفی می شود. گفته شده جواد قدیری عامل انتقال دهنده بمب‌های ساخته شده از قسمت فنی سازمان مجاهدین به عوامل اجرایی بمب‌گذاری‌های دفتر حزب جمهوری و نخست وزیری یعنی کلاهی و کشمیری بوده است. عزت شاهی در خاطراتش میگوید قبل از ترور آقای خامنه‌ای در 6 تیر 1360 جواد قدیری گفته بود کار نظام در همین 5-6 روز تمام است و اینها یعنی مسئولان نظام هم بار و بنه‌شان را بستند. من همان موقع به آقای خسرو تهرانی که در اطلاعات نخست وزیری بود پیغام دادم که جواد قدیری چنین حرفی زده. ما جای او را هم پیدا کرده ایم. بیایید پیگیری کنید که آنها این کار را نکردند. بعد خودمان یعنی کمیته انقلاب اسلامی حکم گرفتیم و رفتیم تا منزل او را بازرسی کنیم که دیدیم تخلیه شده است. حبیب الله داداشی از مسئولان رکن دو ارتش و اطلاعات نخست وزیری درباره فرار جواد قدیری میگوید: هفته تیر همزمان با انفجار حزب جمهوری اسلامی قدیری دیگر نیامد. اگرچه چند بار با تلفن تماس گرفت و اوضاع را ارزیابی کرد. با اینکه هنوز موضوع برای من مسلم نبود، خود ما بنا گذاشته بودیم که اگر آمد دستگیرش کنیم. این پیشنهاد برادر رضوی بود.
مرتضی نیلی از دوستان نزدیک جواد قدیری درباره آخرین دیدارش با او میگوید: در روز 6 تیر 60 در نخست وزیری کاری داشتم. سعید حجاریان را دیدم که گفت خبر رسید آقای خامنه‌ای در مسجدی صحبت میکردند که انفجار شده. بعد گفت برو ببین چه شده. من رفتم و دیدم همه مردم جلوی بیمارستان جمع شدند. در بین راه جواد قدیری را دیدم که خیلی پریشان بود. پرسید حالشان چطور است؟ گفتم الحمدلله خوب بودند. بعد شروع کرد همه جا را بررسی کردن تا خودش چیزی بفهمد. بعد سوار ماشین شدیم و با هم تا ساعت 11 شب صحبت کردیم. نماز مغرب و عشا را هم با هم خواندیم. در اثنای صحبت‌ها فحش رکیکی به شهید بهشتی داد و گفت اینها بچه‌های مردم را می‌کشند. من تو را دوست دارم. یک وقت گول نخوری. مواظب باش که مبادا مجاهدین را دستگیر کنی. کار مسئولان جمهوری اسلامی تمام است. مرتضی نیلی پس از آن که با قدیری جلوی خانه اش خداحافظی می کند، از نیروهای مستقر در اداره دوم ارتش می خواهد که به منزل جواد قدیری بروند و او را دستگیر کنند. خودش نیز می کوشد تا این اطلاعات را به مقامات امنیتی مانند خسرو تهرانی برساند. اما زمانی که نیروهای عملیاتی به منزل جواد قدیری می رسند، او از آنجا خارج شده بود. قدیری حالا زندگی مخفی را آغاز کرده و به دنبال خروج از کشور بود. جواد قدیری پس از مدتی از ایران می گریزد. همسرش نیز پس از او موفق به فرار از ایران می شود. اجازه بدیم برای اینکه زیاد وقتتون رو نگیرم. از سال 48 شروع کنم که من شدم دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف. قدیری تا سال 1364 در فرانسه بود و از اعضای مرکزیت سازمان محسوب می شد. پس از انتقال مجاهدین خلق به عراق، او به کمپ اشرف منتقل شد و از همان زمان در بخش آموزش کار می کرد. در سال 64 به عنوان عضو شورای مرکزی مجاهدین انتخاب شد و پس از انحلال این شورا در سال 68 عضو هیئت اجرایی سازمان می شود. قدیری در سال 94 با اخراج مجاهدین از عراق به آلبانی منتقل شد. او در سالهای ابتدایی حضور در اشرف در چارچوب انقلاب ایدئولوژی که مسعود رجوی در سازمان مجاهدین از همسرش زهره عطریانفر جدا شد. انقلاب ایدئولوژیک به مجموعه تحولاتی گفته می شود که از سال 63 در سازمان مجاهدین خلق آغاز شد. سناریوی اولیه انقلاب ایدئولوژیک با اطلاعیه غیرمنتظره مسعود رجوی در مورد ازدواج با مریم قجر ازدانلو در اسفند 63 آغاز شد. مریم همسر مهدی ابریشمچی عضو ارشد مجاهدین بود، ولی در چارچوب صلاح دید مسعود رجوی و به عنوان یک انقلاب ایدئولوژیک از ابریشمچی جدا شد و بلا فاصله به عقد مسعود رجوی درآمد. حدود 4 سال بعد در مهر ماه 68 نیز مرحله جدید از انقلاب ایدئولوژیک توسط رجوی اعلام شد که بر اساس آن باید کلیه اعضای متأهل سازمان از همسران خود طلاق بگیرند و ازدواج نیز برای افراد مجرد سازمان ممنوع اعلام شد. هر کسی، هر انسان دجالی برای توجیه ترس زبونی و خفت خودش متوسل به هر چیزی میشه. در سالهای گذشته جواد قدیری در تعدادی از برنامه‌های تلویزیونی سازمان مجاهدین به عنوان یک مجاهد اشرفی حضور می‌یافت. زهره عطریانفر نیز بخشی از تشکیلات نظامی سازمان را رهبری می‌کند و آخرین باری که نام او به عنوان مشارکت در عملیات تروریستی در اینترپل ثبت شد، مربوط به اصابت خمپاره در تاریخ 16 بهمن 78 به یک چاپخانه و مجتمع مسکونی توسط گروهی 16 نفره بوده است. در سالهای گذشته اصولگرایان بارها تلاش کردند با طرح نسبت فامیلی محمد عطریانفر و جواد قدیری، عطریانفر را با کنایه‌های خود تحت فشار تبلیغاتی قرار دهند. غافل از آنکه جواد قدیری بیش و پیش از آن که با عطریانفر نسبت فامیلی داشته باشد، برادر یکی از مورد اعتمادترین روحانیون بلندپایه در جمهوری اسلامی بوده است. آیت الله قدیری تا زمان درگذشت آیت الله خمینی عضو دفتر او بود و پس از آن نیز عضو دفتر استفتاءات رهبر جدید جمهوری اسلامی و عضو فقهای شورای نگهبان بود. او در سال 87 در قم درگذشت. این هم داستان زندگی جواد قدیری.
روحانی زاده‌ای که درس طلبگی خواند. به دانشگاه صنعتی شریف رفت. مؤسس انجمن اسلامی این دانشگاه شد و به مجاهدین خلق پیوست و پس از سالها خدمت به مسعود رجوی، اکنون در تیرانا پایتخت آلبانی سالهای پیری خود را با سختی سپری می کند. نظر شما درباره این ماجرا چیست؟ لطفا نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفا کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.